امروز براتون چند حکایت آموزنده و زیبا آماده کردیم که در ادامه با هم میشنویم. شما هم اگر ماجرایی با موضوعات ترسناک، عاشقانه یا پندآموز دارید که میتونه برای مخاطبین عزیزمون جذاب باشه، اون رو به آیدی تلگرام ما که همکنون روی صفحه هست بفرستید. ممنونم. همراهان همیشگی، اگر تا به این لحظه ما رو دنبال نمی کنید، ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا از جدیدترین داستانهای ما با خبر باشید. ممنونم. سم دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمیتونست با مادر شوهرش کنار بیاد و هر روز با هم جر و بحث میکردند. عاقبت روزی دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از اون تقاضا کرد تا سمی بهش بده تا بتونه مادر شوهرش رو بکشه. داروساز گفت که اگه سم خطرناکی به اون بده و مادر شوهرش کشته بشه، همه به اون شک میکنن. پس معجونی به دختر داد و گفت که هر روز مقداری از اون رو در غذای مادر شوهرت بریز تا سم معجون کم کم در اون اثر کنه و اون رو بکشه، و توصیه کرد که این مدت با مادر شوهرش مدارا کنه تا کسی بهش شک نکنه. دختر معجون رو گرفت و خوشحال به خونه برگشت و هر روز مقداری از اون رو در غذای مادر شوهر میریخت و با مهربانی به اون میداد. هفته ها گذشت و با مهر و محبت عروس، اخلاق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز دختر نزد داروساز رفت و به اون گفت: آقای دکتر عزیز، دیگه از مادر شوهرم متنفر نیستم. حالا اون رو مانند مادر خودم دوست دارم و دیگه دلم نمیخواد بمیره. خواهش میکنم داروی دیگه ای به من بدید تا سم از بدنش خارج کنم. داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم نگران نباش، اون معجونی که به تو دادم سم نبود، بلکه سم در ذهن خود تو بود که حالا با عشق به مادر شوهرت از بین رفته. هدیه. مرد جوانی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ماها بود که ماشین اسپورت زیبایی پشت شیشه های یک نمایشگاه به سختی توجهش رو جلب کرده بود و از ته دل آرزو می کرد که روزی صاحب اون ماشین بشه. مرد جوان از پدرش خواسته بود که برای هدیه فارغ التحصیلیش اون ماشین رو براش بخره. اون می دونست که پدرش توانایی خرید اون رو داره. بالاخره روز فارغ التحصیلیش فرا رسید و پدرش اون رو به اتاق مطالعه خصوصیش فراخوند و به اون گفت: من از داشتن پسر خوبی مثل تو بی نهایت مغرور و شادم و تو رو بیشتر از هر کس دیگه ای تو دنیا دوست دارم. سپس یک جعبه به دست پسر داد. پسر کنجکاو ولی ناامید جعبه رو گوشید و در آن یک انجیل زیبا که روی آن نام او تلاکوب شده بود یافت. با عصبانیت فریادی بر سر پدر کشید و گفت: با تمام مال و دارایی که داری یه انجیل فقط به من هدیه دادی پدر؟ کتاب مقدس رو روی میز گذاشت و پدر رو ترک کرد. سالها گذشت و مرد جوان در کار و تجارت موفق شد. خونه زیبایی داشت و خانواده ای فوق‌العاده. یه روز به این فکر افتاد که پدرش حتما خیلی پیر شده و باید سری بهش بزنه. از روز فارغ التحصیلیش دیگه اون رو ندیده بود. اما قبل از اینکه اقدامی بکنه، تلگرافی به دستش رسید که خبر فوت پدر در اون بود و حاکی از این بود که پدر تمام اموال خود رو به اون بخشیده. بنابراین لازم بود فوراً خودش رو به خونه برسونه و به امور رسیدگی کنه. هنگامی که به خونه پدر رسید، در قلبش احساس غم و پشیمونی کرد. اوراق و کاغذهای مهم پدر رو گشت و اونها رو بررسی کرد و در اونجا همون انجیل قدیمی رو پیدا کرد. در حالی که حسابی گریه می کرد، انجیل رو باز کرد و صفحات اون رو ورق زد و کلید یک ماشین رو پشت جلد اون پیدا کرد. در کنار اون یک برچسب با نام همان نمایشگاهی که ماشین مورد نظر اون رو داشت وجود داشت. روی برچسب تاریخ روز فارغ التحصیلیش بود و روی اون نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده. نامه. سروان نامه محرمانه فرماندهی رو تا کرد و گذاشت توی جیب لباس پلنگیش و از سنگر زد بیرون.
خط آرام بود و آفتاب عمود میتابید. رفت سمت سنگر کمین. سرباز دستش رو برد تا لبه کلاه آهنی. گفت: چه خبر؟ سرباز گفت: خیلی آرومه قربان. شاید سروان لبخند زد. یعنی مشکوکه ها؟ سرباز گفت: بله قربان. سروان دست گذاشت روی شانه سرباز و چند بار آرام فشار داد و لبخند زد. سرباز نتونست به چشمهای سروان نگاه کنه و زل زد به مگسک تفنگ. سروان گفت: میدونی ازت خوشم میاد. سرباز تند نگاهی انداخت به چشمهای سروان و دوباره خیره شد به مگسک تفنگ. سروان گفت: تعجب میکنی نه؟ سرباز سکوت رو بی احترامی میدونست و گفت: خیر قربان. سروان زد روی شونه سرباز. حق داری که تعجب کنی. البته من هم ناچار بودم. من خیلی به حرفات فکر کردم. با خودم گفتم خب این سرباز با اینکه چند سال از من کوچیک‌تره ولی سوال خوبی پرسیده. واقعا ما توی خاک ایران چی کار میکنیم؟ سرباز به منمن افتاد و گفت: اشتباه کردم قربان. من دیگه. سروان خندید: نه ابدا، من اشتباه کردم. نوک سیبیلش رو جویید. میخوام کمکت کنم که فرار کنی، و اشاره کرد به روبرو. چشمهای سرباز داشت از حدقه بیرون میزد. قربان. سروان تفنگ رو از دست سرباز گرفت. همین الان. و نگاهش رو گردوند به سر تا سر خط. بهترین وقفه. سرباز که کمی فاصله گرفت، سروان نوک مگسک رو تنظیم کرد روی گردنش و سکوت خط رو شکوند. سرباز به رو افتاد روی زمین. چند بار پوتینش روی زمین کشیده شد و تموم. سروان نام تا شده رو از جیب لباس پلنگیش بیرون آورد و بوسیدش و بیان که بازش کنه گذاشت سر جاش. متن نامه رو از حفظ بود. هر نظامی که بتواند هر فرد در حال فرار به سوی دشمن را به قتل برساند و جسدش را تحویل دهد، توسط فرماندهی لشکر به یک درجه بالاتر خواهد رسید. فرماندهی لشکر. ارث. شخصی در حال مرگ بود و قبل از مرگش وصیت کرد: من 17 شتر و 3 فرزند دارم. شتران مرا طوری تقسیم کنید که بزرگترین فرزندم نصف آنها و فرزند دومم 1/3 آنها و فرزند کوچکم 1/9 مجموع شتران را به ارث ببرد. وقتی که بستگانش بعد از مرگ او این وصیت‌نامه را مطالعه کردند، متحیر شدند و به یکدیگر گفتند: ما چطور می توانیم این 17 شتر رو به این ترتیب تقسیم کنیم؟ و بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیدند که تنها یک مرد در عربستان می تواند به آنها کمک کند. بنابراین اونها به نزد امام علی رفتند تا مشکل خود را مطرح کنند. امام گفت: رضایت می دهید که من شترم را با شتران شما اضافه کنم و آنگاه تقسیم بنمایم؟ گفتند: چگونه رضایت نمی دهیم؟ پس شتر خیش را به شتران اضافه نمود و به فرزند بزرگ که سهمش نصف شتران بود 9 شتر داد. به فرزند دوم که سهمش ثلث شتران بود 6 شتر داد و به فرزند سوم که سهم او 1/9 بود 2 شتر داد و در آخر 1 شتر باقی ماند که همان شتر حضرت بود. الاغ و امید. کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتونست الاغ را از درون چاه بیرون بیاره. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشه، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتن چاه رو با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیره و مرگ تدریجی اون باعث عذاب نشه. مردم با سطل روی سر الاغ خاک می‌ریختن، اما الاغ هر بار خاکهای روی بدنش رو میتکند و زیر پاهاش میریخت و وقتی خاک زیر پاهاش بالا میومد، سعی میکرد روی خاکها بایسته. روستایی‌ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستاییان از چاه بیرون اومد.
نتیجه ی این داستان اینه که مشکلات مانند تلی از خاک بر سر ما می‌ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم. اول اینکه اجازه بدیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و دومی که از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود. شاگرد استاد دانشگاه با این سوال شاگردانش را به یک چالش ذهنی کشوند. آیا خدا هر چیزی که وجود دارد را خلق کرده؟ شاگردی با قاطعیت پاسخ داد: بله، خداوند خلق کرده. استاد پرسید: آیا خدا همه چیز را خلق کرده؟ شاگرد پاسخ داد: بله آقا. استاد گفت: اگر خدا همه چیز را خلق کرده، پس اون شیطان را نیز خلق کرده، چون شیطان نیز وجود دارد و مطابق قانون که در کردار ما نمایانگر صفات ماست، خدا نیز شیطان است. شاگرد آرام نشست و پاسخی نداد. استاد با رضایت از خودش خیال کرد بار دیگر تونسته ثابت کنه که عقیده به مذهب افسانه و خرافه‌ای بیش نیست. شاگرد دیگری دستش رو بلند کرد و گفت: استاد، میتونم از شما سوالی بپرسم؟ استاد پاسخ داد: البته. شاگرد ایستاد و پرسید: استاد، سرما وجود داره؟ استاد پاسخ داد: این چه سوالیه؟ البته که وجود داره. آیا تا کنون حسش نکردی؟ شاگردان به سوال مرد جوان خندیدند. مرد جوان گفت: در واقع آقا، سرما وجود نداره. مطابق قانون فیزیک، چیزی که ما از اون به سرما یاد میکنیم در حقیقت نبود گرماست. هر موجود یا شیئی رو میشه مورد مطالعه و آزمایش قرار داد وقتی که انرژی داشته باشه یا اون رو انتقال بده، و گرما چیزی هست که باعث میشه بدن یا هر شیئی انرژی رو انتقال بده یا اون رو دارا باشه. صفر مطلق نبود کامل گرماست. تمام مواد در این درجه بدون حیات و بازده میشن. سرما وجود نداره. این کلمه رو بشر برای اینکه از نبود گرما توصیفی داشته باشه خلق کرده. شاگرد ادامه داد: استاد، سوال دیگه ای دارم. تاریکی وجود داره؟ استاد پاسخ داد: البته که وجود داره. که در ادامه باز هم شاگرد گفت: دوباره اشتباه کردید آقا. تاریکی هم وجود نداره. تاریکی در حقیقت نبود نور هست. نور چیزیه که میشه اون رو مورد مطالعه و آزمایش قرار داد، اما تاریکی رو نمیشه. در واقع با استفاده از قانون نیوتن میشه نور رو به رنگ‌های مختلف شکست و طول موج‌های هر رنگ رو جداگونه مطالعه کرد. اما شما نمیتونید تاریکی رو اندازه بگیرید. یک پرتو بسیار کوچک نور دنیایی از تاریکی رو میشکنه و اون رو روشن میسازه. شما چطور میتونید تعیین کنید که یک فضای به خصوص چه میزان تاریکی داره؟ تنها کاری که میکنید اینه که میزان وجود نور رو در اون فضا اندازه بگیرید. درسته؟ تاریکی واژه‌ایه که بشر برای توصیف زمانی که نور وجود نداره به کار میبره. در آخر مرد جوان از استادش پرسید: آقا، سوال آخرم رو ازتون میپرسم. آیا شیطان وجود داره؟ زیاد مطمئن نبود. استاد پاسخ داد: البته، همونطور که قبلا هم گفتم، ما اون رو هر روز میبینیم. اون هر روز در مثالهایی از رفتارهای غیر انسانی بشر به هم نوع خودش دیده میشه. اون در جنایتها و خشونتهای بیشماری که در سراسر دنیا اتفاق میفته وجود داره. اینها نمایانگر هیچ چیزی جز شیطان نیست. و اون شاگرد پاسخ داد: شیطان وجود نداره آقا، یا حداقل در نوع خودش وجود نداره. شیطان را به سادگی میشه نبود خدا دونست، درست مثل تاریکی و سرما، کلمه‌ای که بشر خلق کرد تا توصیفی از نبود خدا رو داشته باشه. خدا شیطان رو خلق نکرد. شیطان نتیجه ی اون چیزیه که وقتی بشر عشق به خدا رو در قلب خودش حاضر نبینه، مثل سرما که وقتی اثری از گرما نیست خود به خود میاد، و تاریکی که در نبود نور میاد. نام مرد جوان یا اون شاگرد تیزهوش کسی نبود جز آلبرت اینشتین.